از همین کوه صوفی اصفهان شروع کرده. قلل مختلف ایران رو، حالا قلل بلند، دماوند، علمکوه، سبلان، همه رو تو سودای مختلف تست کردم، همه رو تمرین کردم. یکی یکی قله ها رو فتح کرده تا جزء اولین ها باشه. خدای شکر. اولین خانم تو ایران بودم که تونستم قله کمونیسم به ارتفاع 7495 متر رو صعود کنم. اراده‌ای که هیچ چیز مانعش نیست. همه میگفتن که نمیتونید نرید، چون من خیلی دوستم کار رو انجام بدم که میگن نمیشه، ولی رفتم دیدم که سختیش تو چه چیزایی هست. تجربه های خیلی جدیدی به دست آوردم و لذتش اینه که توی ارتفاع قرار میگیری، جایی میری که خیلی ها نمیتونن برن. قله کمونیز یا سامانی هستیم، جای همه دوستان خالی. او در میانه راهیه که انتهاش به پلنگ برفی ختم میشه. پلنگ برفی شامل 5 تا قله هستش که قله لنین، قله خانتنگیری، قله پوبدا، قله کمونیسم یا سامانی و قله کورژنفسکایا هستش. خدا رو شکر تونستم 4 تا قلهش رو صعود کنم با یک بار تلاش کردن روی هر قله ای. و الحمدلله یه قله دیگه مونده که اگر بتونم اون رو هم صعود کنم به این هدف بزرگم میرسم. توی خاورمیانه هنوز کسی پلنگ برفی رو به دست نیاورده. خانم راشین جانبازی، بانوی کوهنوردی که امروز برای اولین بار بلندترین ارتفاعها رو زیر پا گذاشته، اگر حمایت بشه پلنگ برفی رو از آن خود میکنه. برای فتح پلنگ برفی تنها یک قله باقی مونده تا بانوی ایرانی در کوهنوردی هم تاریخ ساز بشه. مهدی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.